اینجا. خب ما یه قید دیگه ای داریم به نام چک. چک یه کانسترینه که در واقع چیکار میکنه؟ شما میتونید توش یه عبارت بنویسید که بیاد طبق اون شرطی که شما دارید توش قرار میدید بیاد، یا اکسپرشن یا عبارتی که قرار میدید بیاد اون اون کالم که تو توش قرار میدی رو بیاد بر اساس اون اعتبار سنجی بکنه. اینا رو بخونی در مورد شما صحبت کرده. بیایم اینجا بریم یوزرز رو بسازیم. خب من دوباره میام اینجا توی لاراول، یه لاراول دوست خوبم هم برمیگردم میگم که چکار بکن؟ drop table گزینه users و users رو میزنم میندازم. انداختمش. drop table if exists users. درسته؟ زدیم. نمیدونم چه پاک نشون برم برم حالا یه سیر اشتباه رو شده برم نمیدونم دارم تو لاروه برم گردم میگم create table گزینه دوباره users چی بزرگ هم نمیست لالا من بزرگ هم نمیست کلا میگم اینجا برم گردم میگم که دوست خوبم ID خب از نوع int 11 رقم not null این یه قیود میگم first name و کره 255 ایشون هم not null میشه last name هم و کره این هم باشه 255 کاری کاری هم باشه not null و حالا هم اج اینت سه نات نام و همین. شما آها یه سی تی هم داشته باشه مثلا میگم برکر حالا هم آدرس میگم بیشترم 255 ما بیتونیم اینجا چک هم بذاریم. یعنی چی؟ چک یکی از کانسترین هایی هستش که اینجا وجود داره و توی چک هم داره میگه آقا میگه من میتونم یه عبارت یا اکسپرشن رو توش قرار بدید بیاید اعتبار سنجی بکنید مثلا به یک درگرد یا نات نات که هستش مثلا اینجا ارزش رو باشه و اینجا چی گوشته پرایس رو قیمت رو باشه آقا این موارد باید بالا این اقدارا باشه. من میام اینجا رو هم میگم میگم آقا چک آه برادرز بازم هسته و همیگردم میگم اچ که اینجا هستش باید بالاتر از چه نباشه 18 باشه. خب یکی چی باشه؟ چک حتما سیتیشون چی باشه؟ تهران باشه. یعنی اینایی که میان ثبت نام میکنن تهران باشه. یعنی اولا دو تا قید براش گذاشتم توی دیتابیس. الان باید یا سیتیشون تهران باشه و یا نیست. و ایجشون هم بالا 18 باشه. اومدم توی دیتابیس این وید رو گذاشتم به نام چک کانسترین دادم اومدم تو یوزرز الان میرم تو اینسرت تو اینسرت میام میگه فرست نیم میگم سورج لاست نیم آرمی اجت میگم 12 اینم میذارم خوی خب گو رو میزنم و میگم میگه تو کانسترین داری یوزر اجه فیل شد خب دیدی فقط یوزر ایج هم فیل شد در واقع اول ما ایج بزن ایج هم چقدر بود 12 من میبینی میکنم 22 حالا میکنم 22 حالا میزنم برو میزنم این سری چی شد؟ سی تی فهمیدی چی شد پس؟ اولا نمیزه دیتا تو دیتا بایس بخوابا جلوشو میگیره حالا من میگم اینجا میزنم تهران و گو رو میزنم چه اتفاق میفته؟ میگه که لاروا یوزر دیتا رو حالا میگم اینجا تو بروز users گذاشتش آها داره به ایراد میگیره میگه آقا این آیدی شما
مقدارش رو اوتون کیلومتر نشه تو امریکی نشه، اگر یه سری ایراد چاپی میگه من پانش میشه بعدا درست شد. خب این داره میگه یه یونیک کالم نداره، میگه تو یه دون از در واقع هیچ کدوم از این سلولات یونیک نیستن، پر امریکی نیستن، چه میدونم ایندکس نیستن، اینا رو داره بهت میگه، میگه اینا نداری، یا میگه باشه. پس من اولا دونستم بیام یه مقدار به نام چک رو بذارم و به این شکل درستش بکنم. باز من میام یه drop table if exists رو میذارم، اگر وجود داشته باشه به نام users رو بخوام یه مدل دیگه بنویسم. یس yes. و میام اینجا اومدم اینجا constraint رو گذاشتم قرارش داد و دوباره میام اینجا مینویسم create create table was users و میام اینجا و caplock int id 11 national و first name همون برکر میام اینجا و میگردم میگم که 100 تا اینم ناس سال یه لست نه اینم برکر 100 تا و یه ناس سال تا یه کنترول سی هم بذارم که وقت گرفته نشه، یه ایج هم میذارم int 3. اینجا چک رو که میذاری حالا مثلا من میگردم میگم آقا اج بزرگتر از 18 و اینجا هم سیتی رو میذارم حالا برکره مثلا 100 تا و اینم نات نال دارم میذارم و مقدار چک رو دارم میذارم میگم سیتی حتما باید اعلام باشه، اینا کانسترین هم دیگه درسته. شما میتونی براشون اسم هم انتخاب بکنی. خب من کنترل A کنترل C بذارم، یه کنترل T کنترل V هم بذارم، اینو اگه من زدم الان پاکش کردم دوباره داشته باشم دو سر نمیست، میام یه گو میزنم و میاد کار رو انجام میده، یوزرز رو میسازه. شما دستوری دارید که میتونید تمام این کدی که نوشتید رو بزنید ببینید، دستوری دارید به نام show. خب create table users خب این رو میزنی go. ببین داره میگه این داستان تو چجوری، ببین همه چیز رو بهت نشون نمیده، کدی که زدی رو نحوه که کدش رو زدی میخواد بهت نشون بده ولی تا یه حدی نشون بده. این آپشن رو میزنید، این فول تکست رو میزنید، go رو میزنید، نگاه کنید اینجا اومده داره چی داره میگه، میگه آقا شما یه چک داری به نام اج، یه چک داری به نام سیتی دیانا، یعنی میتونی در واقع مال ملت رو رفتی طراحی کردن میری ببینی که آقا توش آیه کانسترین گذاشته یا نه. خب من میدونم این نات نال کانسترین، الان هم میام اینجا ببینم واقعا داشته یا نه، میام ببینم اینجا چک رو گذاشته بس متوجه میشم این کانسترین هم اینجا گذاشته یه غیر هم اینجا گذاشته. خب و این که حالا کرستش هم UTF-8 و انجینش هم که MariaDB هستش که به این صورت نوشته شده، یعنی میتونی اینا رو قشنگ اینجا ببینی طرف چی طراحی کرده. حالا تو استراکچر که میری یا اینجا تو استراکچر، تو استراکچر که خیلی موارد رو نذاشتی درست ها رو UTF-8 و کرکتر اینا شو گذاشته با قیداش رو نذاشته، چجوری قیدش رو ببینم؟ یا اینجا از دستور show create table users این رو میزنی قیودش رو میبینی. اوکی؟ خب این یه راه برای در واقع که اینجا خودش اومده داره میگه که آقا شما میتونید با دستور این بیاید موارد رو ببینی و اینجا داره برات مارکش کرده، گفته آقا اینجا نگاه کن اومده این مقادیر چی شدن قرار گرفتن و این که شما میتونید برای قیداتون اسم بذارید. یعنی چی؟ من میتونم برای قیودم اسم بذارم اینا هاشش، مثلا اومده نوشته constraint یه اسمی، بعد اومده تو این چکه این مقدار رو قرار داد. برای ناتنال نمیای این کارو بکنی ها، حالا من بیشتر بحثایی هستش که
ناتنال یه مشخص یه قیدی هستش که شما میگه ناتنال بشه، حالا میخواد تو برایش اسم هم بزنه، نه نیاز نیست، ولی برای اینا میتونید در واقع اسم قرار بدید و بریم الان این مدلی بنویسیمش. من میام اینجا برمیگردم میگم باز دراپ تیبل ایف اگزیست گزینه یوزرز و میام اینجا بور رو میزنم پارک بکنه. الان میام باز لارابل این کد رو برمیدارم که تایم نره، بیام اینجا تو SQL کنترل V و میام اینجا اینا رو من مرتب کنم. میخوام تمیز تمشه. خب الان نگاه کن دو تا چک داری درسته؟ چکاتو برمی چکتو اینجا برمی داری میان اینجا یک کاما میذاری میدونیسی کانسترین. خب کانسیسنت کام کانسیسنت که باشه نه کانسترین کانسترین این آره این حواستون باشه اونو برای کار دیگه بعدا باشه کار. الان میام اینجا برمیگردم میگم که من میخوام مثلا اون بشه بحث اج من. خب چی بنویسیمش؟ بنویسم سی اچ کا چک مثلا منظور سی اچ کا آندرلاین اچ. خب بعد برمیگردم میگم چک مقدار حالا میاد تو داخل پرانتز میگید که اچ بزرگتر مساوی 18 باشه. خب اچش هم درست بنویسیم و کاما چکر زیرش خط میکشه چیز نشید زیرش قرمز میکشه یه وقت برای چیز نشید فکر نکنید اوکی نیستش و دوباره میدونیم سم سی اچ کا چون بحث چکه برمیگردم میگم گزینه سی تی دوباره گزینه چک برمیگردم میگم اینجا برمیگردم میگم سی تی همون درست بریم سی تی سی تی مساوی باشه باشی حالا این رو من خودش رو کپی بکنم داشته باشیم اینجا کنترل بی چون احتمالا دوباره ازش استفاده اگر من گو رو بزنم میاد میسازه یوزرز یعنی تو استرکچر هیچی اینجا چیز خاصی نمیدونه یعنی مثلا اومده اینا رو ساخته من باید برم توی اسکیولش چی بزنم شو تیبل شو ببخشید create table users و الان اگه بیاید اینجا بهتون آپشنش رو بزنید فول تکست رو گوه رو بزنید ببین دوتا constraint رو اینجا برات قشنگ داره بهت نشون میده آقا شما دوتا constraint دیگه دارید CHK edge داری یا CHK city که به این صورته اگر من بخوام من نمیدونم که چی بوده که میام اینجا میبینم الان میام اینجا قرارش میدم مثلا تو رج آرمی اینو میذارم 15 و این رو هم میذارم مثلا بازم کوین و میام گو رو میذارم جفتش رو میام اول میگه سیتی رو درست کن و کمتر هم سایی گوشتن خب سوکی دارم به این صورت حالا خوبیش چی؟ این هم داره میگه نه دارم دستور خود میگه تو بسیار میگه کدوم؟ اینجوریه؟ نه قشنگتره یک قشنگتره دو شما با کانسترین آشنا میشه دستور خود کانسترین بود کیبورد کانسترین یعنی من میتونم کیبورده که نیاز داشته باشم کانسترین بنویسم تمیزتر همون کلی کنی که شما در مورد بینید نه این یه تیبل برای من جنریت کرد یه تیبل جنریت کرد که کانسترین‌هاش رو مرتب گذاشته بود دفعه پیش در واقع اصلا خیلی ها میان پی اچ پی کار میکنن میرن بک اند کار میکنن دیتابیس نمیشناسن شما باید دیتابیس بشناسید آقا من واقعا قیود چیه چیکار میکنن برای چی طرف میاد اینجا شروع میکنه استراکچر میاد تیکه اینا رو میزنه میاد اینجا مثلا تیکه اینو میزنه یا نمیزنه یا کلیژن چی بود فهمیدم کلیژن چی آقا دیفالت چیه دیفالت یه قیوده یه غیره این برای چیه اینا رو باید خودت بنویسی بفهمی داستان چیه یا اینکه میتونی اف سی بری جلو فردا یه دیتابیس تعریف کنی
بعد برمیگردم مثلا یه دفعه یه رکورد بده، یه دونه جدول بده، الان جدول رو دانلود می‌کنم ببینید. جدول دانلود می‌کنید، جدول دارید تو پروژه، یه دفعه 100 هزار تا رکورد داره. بعد می‌خواید دنبال کسایی بگردید که شهرش تهران. اگر می‌خوای برید ور بزنید اون وسط، منظور ور چیزا، بعد برداشت نکن، ور میشه شرطی که توی دیتابیس ور این ببخشید من فکر کردم این ور در واقع جایی که در واقع تو میان تو شرط تو قرار میگیره. من میام اینجا میرسم ور مثلا از سیتی مساوی تهران، میره 100 هزار تا رکورد رو میچرخه، یه بار عظیمی به سرور قرار میگیره. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ یه قیدی دیگه داره به نام ایندکس، ایندکسش میکنم. ایندکس که میکنم میاد یه دفعه میبینید یه حجم خیلی زیادی رو توی سرچ کوئری کردن یا اصطلاحا پرسجو کردن میاره پایین. اینا رو باید بشناسید. میریم باهاش شروع میکنیم کار کردن. فعلا یه قید دیگر رو کار کردیم به نام چک. کسی در مورد چک این موردی که اینجا بود کانسترینت به این صورت که اومد قرار گرفت و به این شکل اومد بهتون نشونش داد. سوال؟